خب اما دوستان، قانون حروف متناسب در زبان ترکی استانبولی یکی از در واقع قواعدی هست که واقعا مهمه و خیلی از مسائل در زبان ترکی استانبولی در واقع سنگ بناشون این قانون هست. این قانون یکی از قوانینیه که بسیار ساده است، اما در این حال در قسمت‌های مختلف زبان ترکی استانبولی می‌بینید که بسیاری از قواعد، شاید گفت حتی تمام قواعد، به نوعی متناسبن، به نوعی وابسته هستند به قانون حروف متناسب. خب اما اصلا یعنی چی قانون حروف متناسب؟ چه چیزی رو می‌خواد به ما بگه؟ اول از هر چیز من عرض کنم خدمتون که خیلی وقتا اصلا دونستن این قانون خیلی مهم نیست، ولی در واقع خب ما توضیح میدیم چون دونستنش خیلی بیشتر کمک میکنه. معنی حروف متناسب چیه؟ ببینید، ما زبانمون وقتی که در واقع میخواد یک کلمه رو تلفظ کنه، خود زبان نحوه تلفظ ساده تر رو بهتر تشخیص میده. خب مثلا ببینید، ما در فارسی یک مثال خیلی ساده میزنم خدمتتون. ما غالبا میگیم مشتبا، به مجتبا میگیم مشتبا. آیا ما اصلا فکر میکنیم که چطور تلفظ کنیم؟ خیر، خود زبونمون ناخودآگاه تشخیص میده که تلفظ مشتبا نسبت به مجتبا خیلی ساده تر هست، به همین خاطر به جای ج ش تلفظ میکنه. یا به همین صورت مثلا میگیم پنبه، نمیگیم پنبه، چون پنبه یعنی اگه نون تلفظ کنیم سنگین تر، پنبه واقعا تلفظ سختیه، به همین خاطر به جای نون میم تلفظ میکنیم، میم تلفظ میکنیم و میگیم پنبه، که پنبه خیلی ساده تر هست و در واقع این روشی که خود زبونمون داره انتخاب میکنه. در ترکیه استانبولی دو گروه حروف داریم که این دو گروه با هم دیگه متناسبن. گروه اول حروف آ، او، او و الف بی صدا هستن و گروه دوم ا، او یعنی اوی نقطه دار، او یا همون اوی نقطه دار و ای هستن که با هم دیگه متناسبن. یعنی اینکه اگر در ساختار یک کلمه ما حرف آخر صدادارمون در واقع یکی از دسته اول باشه، اگه بخوایم یه قسمتی رو بهش اضافه کنیم، باید در واقع اون قسمت دوم که میخوایم اضافه کنیم به کلمه شامل یکی از حروف صدادار دسته خودش باشه. یا همینطور مثلا عرض میکنم خدمت شما، مثلا ما میگیم اهواز، خب یا مثلا به صورت ترکی بخوایم تلفظ کنیم اهواز، اهواز. حالا اگه بخوام بگم در اهواز، بعد بگم اهواز دا، اهواز دا یعنی در اهواز، یعنی در واقع دا به معنی در رو وقتی که اضافه میکنیم با حرف صدادار آخر اهواز که آ هست، می اهواز دا در اهواز. اما اگه بخوام بگم مثلا عرضم خدمت شما که یک شهری رو مثال بزنیم که درش مثلا حرف آخرش یکی از دسته دوم باشه، مثل شهر ازمیر مثلا. خب ببینید، ازمیر حرف آخرش ای هست، پس من دیگه نمیتونم بگم ازمیر دا، باید بگم ازمیر ده، ازمیر ده یعنی در ازمیر، در شهر ازمیر. پس اهواز دا، ببینید، چون حرف آخر صداداری که تو اهواز به گوش میرسه آ هست.